سلام با وقت بخیر به محور امشب از طلا خوش آمدید من نصار نبیل هستم در نشست اقتصاد افغانستان امارات اسلامی با کمک کنندگان در چهار بخش به توافق رسیدند وزارت مالیه میگوید که در این نشست بر سر آغاز پروژه های نیمکاره رفع محدودیت بر سیستم بانکی افغانستان با پشتیبانی از سکتور خصوصی توافق شده است از سوی همآور نخست رئیس وزرا از جامعه جهانی میخواهد تا مسئولیتشان را در قبال افغانستان انجام بدهد در نشست اقتصاد افغانستان هشت سازمان جهانی و نمایندگان شست کشور به حضوری و مجازی شرکت داشتند. در این نشست نمایندگان از پاکستان، ترکیه، روسیه و چین به گونه حضوری شرکت کرده بودند. وزارت مالیه می گوید که کشورهای کمک کننده پذیرفتند تا کار پروژه های نیمکاره در افغانستان را دوباره آغاز کنند. آخرین نتیجه شمی بود که سر جهان صدا کردند تا همین محدودیت ها را از سیستم بانکی افغانستان پس کنند. موین وزارت مالیه می گوید که دامه انتقال پول نقد به افغانستان بخش از تعهدهای سازمانهای سازمان های جهانی در این نشست است. ملل متحد و جامعه بین المللی تعهد کردند که موضوع انتقال پول نقد به اقتصاد افغانستان ادامه بدهند در رابطه به شرکت های خصوصی که ما ایجاداریم امارت اسلامی دریز خود اعلان کرد در همین حال معاون نخست ریاست الوزرا میگوید که هدف افغانستان در درازمدت خودکفایی اقتصادی است و این هدف با پشتیبانی سکتور خصوصی، کشاورزی و معدن برآورده خواهد شد ټول پزنګری د ملګرو ملتونو څخه غشتنه کوي چې د افغانستان په بابل د خپل مسولیت په ادا کولو کې نور تاخير و نکړي در نشست اقتصاد افغانستان دیدگاه و استراتژی و بوری اقتصادی امارت اسلامی به کشورها و سازمانهای جهانی ارائه شد. در این دیدگاه از اقتصاد و بسته به کمکها خودداری شده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که در چند هفته پسین آلودگی هوا در پایتخت در مقایسه با گذشته کاهش یافته است به گفته این اداره در یک ماه پسین تلاشهایی برای جلوگیری از آلودگی هوا در کشور انجام شده است اما شهروندان کشور بارش برف را در کابل از علت های اصلی کاهش آلودگی هوا میدانند شهروندان کشور گویند که در هفته های پسین میزان آلودگی ها در پایتخت کاهش یافته است. آنان میگویند که علت باریدن برفا در هفته های اخیر از آلودگی هوا در پای تخت کاسته شده است. در بارندگی در واور د دغه وجنه او مخک دغه نه تر به قوت لري است که اقتصاد پایان آمده و شرکت ها بسته است و شکست شده موترا کم گشت گذار می‌کنند. اما اداره ملی حفاظت از محیط زیست از گام های تازه برای جلوگیری از آلودگی هوا خبر می دهد. قبلا توصیه شده بود که شما باید سیستم را با به گاز ماهی تبدیل بکنین اگر نکرده بودن بالایشون که سیستمشون به گاز ماهی تبدیل شود اما این پروس ادامه داره و انشالله که ما تحقیب می‌کنیم. میکنیم با گفته این اداره کار نگرفتن از مواد سوختی دودزا یکی از کارهایی است که میتوان با آن از آلودگی هوا جلوگیری کرد میتونه که مردم ما که توانش داره از برق استفاده بکنه باز او از سنگ زغال چوب استفاده نمیکنه اداره ملی حفاظت از محیط زیست در حال از کم شدن آلودگی هوا سخن میزند که همه ساله بیشتر مردم و ویژه کودکان از بهر آلودگی هوا به بیماری های گوناگون دچار میشوند. برای بحث بیشتر رو این موضوع آقای نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شهرداری کابل و همچنان زبیر رضوی فعال مدنی در, برنامه با خود داره ماقایان به بحث خوش آمدید آقای بارکزای بحث را با شما آغاز می چه کار برای کاهش آلودگی هوا در شهر کابل در این فصل سروا انجام شده سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز خوشحال هستم که در خدمتتون هستیم شهرداری کابل به عنوان نهادی که مسئولیت و صلاحیت سنگینی در شهر کابل داره خوشبختانه ما بیشتر از سه هفته میش که اداره محترم محیط زیست اداره ملی محیط هم فعالیت خود آغاز کرده قبل از فعالیت نداشتن شاروالی کابل با توجه به تجربه ای که از سالهای قبل داشت در حدود سه ماه که فعالیت خود را به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا خصوصا در فصل زمستان شروع کرده بود که در این راستا ما گزارش کوتاه میخوایم براتون بتم که ما توانستیم در حدود 80 فیصد از بلند منزل هایی که در شهر کابل مرکز گرمی دارند درست اونا ملبت به فلتر دود میاری هستن و به شکل مشخص طرف صبح وقت شام خصوصا در زمانها یا هایی که اونا سوخت دارن چک میشه و در این میان در حدود دو مرکز گرمی هم خوشبختانه ما خوش هستیم که توسط گاز کار میکنه در کل شهر کابل که ما تشویق میکنیم مردم را و در کل در حدود 1100 بلند منزل را ما سروی کردیم و مردم با ما همکار هستند در قسمت بلند منزل ها و امام ها جاست. اما وقتی کلیتر میخوایم موضوع را ببینیم و کلانتر ببینیم در شهر کابل آمارها متفاوت است از 7 لک گرفته تا 9 لک حتی تا بعضی میگن تا یک میلیون خانه دیگان وجود داره سرویای دیگه صورت گرفته این وقتی که آینک خود ما شما کلان بمانیم و ببینیم تمام شهر کابل یه بلند منزل نیست این شهر کابل در حدود فقط شما مثلا اگر کمترین بگیرین هفت لک خانه دیگه وجود داره که اینا نیازمندی هستن در این فصل سرما خانه خود گرم بکنن آیا چنین برق وجود داره که بتانه کفاف بکنه برای اینها کدام سوخت معیاری دیگه وجود داره کدام نیروگاه دیگه وجود داره و در این حال چقدر امی مسئله جیبی مردم با بازار ایار است اینا رو وقتی که کنار هم دیگه ما و شما بمانیم خصوصا آلاینده های متحرک موتر ها هستن. که مترا هستند خصوصا اینکه تال در شهر کابل ما یک مرکز چک تکنیکی نداریم که موتر انجین موتر یا هر آن وسیله که شما به عنوان وسیله نقلی استفاده میکنید حداقل یک سال او چک شود که در طی یک سال چقدر به ال آلودگی هوا ضرر میرسونه اینا یک طرف قضیه دهید جای دنیا شما نمیبینین که زغار سنگ از کو کنن بیارند دا داخل شهر بسوزانن کفر مطلق از حداقل باید پنج مرحله تصفیه شوه و به خاطر تسخین خانگی یا در شهرها امو سرش که کمترین آلودگی را داشته باش و بیشترین حرارت را داشته باش بعد استفاده شود یعنی بخوایم پراکنده صحبت کنم بسیار موارد است و مشخصا به خاطر آلودگی هوا شاروالی کابل در پرتاب قوانین کشور که ما مقرره ای کاهش آلودگی هوا داریم چیزی که ما مکلف هستیم در قسمت بلند منزل ها و در قسمت حمام ها فعالیت خود را داریم تنها در همین دو بخش شاروالی کابل در دو قسمت مشخص مکلف از دید قانونی و مواد دیگه بگرده. هم وجود داره که مربوط اداره آقا آقای رضوی وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل چگونه است از دید شما عرض درود به خدمت شما و بینندگان عزیز جناب محترم امیدوارم که همتون سلامت باشین قسمی که بینیم در این شب روز چون که با اقلیم تغییر اقلیم آب هوا نیز تغییر میکنه به مزور که اگر در کل آب و هوا را خودش آلوگی هوا را در نظر بگیریم آلوگی هوا به این مزور که یعنی ورود بعضی از مواد به فضا به تو فضا که باعث آلوگی هوا میشه مواد،, مواد میتونه که ممکن زغال سنگ باشه قسمی که جناب محترم ذکر کردن اینا مثلا از تیل می باشه نفت باشه و وسایل مختلف نقلیه که اینا با هم سر دارن اما قسمی که در اول ذکر کردم چون با تغییر حل اقلیم با تغییر فصل آلودگی آب و هوا نیست افزایش پیدا میکنه و بدبختانه اگر بگویم که چون افغانستان کشوری است که خصوصا کابل چون حدود 5 الا 6 میلیون نفوس بیشتر کم زیاد دگی میکنن و با آمدن فصل زمستان چون که مردم خیلی زیاد از مرکز گرمیونی استفاده نمی کنند بلکه از دود و مثلا نمی موضوعاتی که مربوط زغال سنگ و اینا میشه استفاده میکنن و این آلودگی هوا را بیشتر میسازه اما خوشبختانه میتونیم بگیم که به خاطر از اینکه آلودگی هوا را کمتر بسازه چون نمی دمی اواخر که چندین بارانوی برفایی که بارید ای نسبتا آب هوا را خوبتر ساخت اما با مشکلات جدی در ایرسه وجود داره که مسئولین و مردم اینا با هم باید که مشترکان کار بکنن و یکی پای هم دست هم بتن تا بتنیم که از نجات پیدا شما مشخصا بارانوی یک شربن کارکرد کرد کابل را و اداره ملی حفاظت از محیط زیست را. چی گونه میبینید؟ کار کرد اینا را ما تقدیر میکنیم چون و قسمی که در نخواست ما ذکر کردم اداره تنها یک خود مسئولین امرو با مردم نمیتونن یعنی اینا نمیتونن به کار بکنن اینا باید دست به با دست هم بدن تا که بتونن که کارو بچو اصلا بتونن که پیش برن و مسئولین که در اصلی محیط زیست قرار دارن اینا تو جایی که توان دارن قسمی که جناب محترم ذکر کردن کارهای خود پیش بردن کارو انجام دادن اما نیاز به یک سلسله مراحل هستن که قسمی که ذکر کردیم اگر ما در نظر بگیریم مثلا نفتی که صادر میشه یا زغال سنگی که ایجاد میشه اینا باید فیلتر شدگی باشه باید فیلتر شود و از مردم نیز باید همکاری بکنن و مسئولین باید جدی توجه بکنن جدای فیلتر کردن از زغال سنگ و مواد سوخت دیگر راه چاره دیگری وجود ندارد که جلوگیری از آلودگی هوا شود به خاطر جلوگیری آب و هوا ما میتونیم که از برق استفاده بکنیم بقای حرارتی که باشه چون میتونه مرکز گرمی یا و قسمی که گفتیم در زمستان خیلی زیاد مرد... ولی بله با توجه به شرایط و امکاناتی که در شهر کابل است برق هم چنان شکل 24 ساعته در محلات نیست پس چه کار باید صورت بگیره متاسفانه دلیل باید که مردم نیست توجه جدیدی در قسمت صورت بگیرن و میتونن که چون ما مکمل برق نداریم در افغانستان خصوصا کابل در اواخر که برخون نیست خصوصا زمستان بیشتر میشه مردم میتونن که از امو مواد سوختی که مثلا تیدار زیاد جای پلاستیک استفاده میکنن تایرها ها استفاده میکنن یا زغال سنگی نمی باشن این کاهش بکنن تا حدود زیاد از چند از برقی که داریم باید بتونن استفاده بکنن آقای بارکزای تنها عوامل آلودگی هوا بلند منزل ها نیست و شما میداری عوامل مختلف وجود دارد از جمله کسافاتی که کس از جوبارها به کنار جاده کشیده می شود و اینا آنچه است که تایر های موتر بالاخره به با جاده ها می و بعد به هوا مخلوط می شود در خصوص این آلودگی ها و عوامل دیگر چی برنامه های منظمه شهرداری کابل و همچنان اداره ملی محیط زیست دارد. ببینید ما در کل نگرانی ما همیشه در قسمت آلودگی موزیس بوده سالهای قبل هم به شمول امسال هم که ما صحبت کردیم ما در حالت تدافعی هستیم که وقت زمستان میشه سر ما حمله میشه باز ما دیگه کارهای خود انجام میدیم یعنی در کل پلیسی به میشکل در آمده بوده ما در حدود دو ماه قبل سه ماه قبل ببخشیم یک برنامه کلان آگاهی داشتیم و پیش بینی این مورد را هم داشتیم در اوج مجاهد سیبم بود به اتاق کارا بود تجارا بود استادای پانتون بود مردم بودن نواهی مختلف وکیلای های گذرشان بودن و مقامات مارتستون بودن ما نگرانی های خود را در قسمت شهر کابل همیشه شریک ساختیم که مسئله زغال سنگ بود که ما براتون یادآور شدم که حداقل باید فیلتر وجود داشته باشه برای پلان کلان اگر بتونن یک نیروگاه مشخص وجود داشته باشه که شهر کابل یک شهر مدر شوه پایبکشی شود و نیاز نباشه که هر کس مرکز گرمی داشته باشه یک مرکز گرمی باشه و اونها استفاده بکنه در این حال مسئله موجودیت یک مرکز چک تکنیکی برای بساط نقلیه که بیشتر برتون یاد آورتم که بسیار باید. یک مسئله اساسی است در تمام آلاینده ها آلاینده ها یا آلوده کننده هایی که متحرک هستند اونها بسیار خطرناک هستند به ای دلیل که اونها یک سطح را می سازن و گردش می کنند دا داخل شهر و بعد از اینکه زمستان به وجود می این آماده است به خاطر کوچکترین آلودگی دیگه به وجود بیاید و این قشنگ نمایش بده برای ما و ما شما ببینیم این تا یک قسمت قضايا بود در این حال در بخشی که ما بتوانیم یک سوخت بدیل دیگه داشته باشیم مثلا گازهای دولتی وجود داشته باشه که با قیمت ارزان برای مردم داده شود و مردم از گاز استفاده کنند مسئله برق که بسیار مهم است یعنی تمام نگرانی ها در های مختلف شریک ساختیم و مشخصا به عنوان یک اداره که همکار از با ادارات دیگه او گفته یگان دینی که به گردن ما بود ادا کردیم میایم در قسمت بله در شهر کابل شهر کابل شهری است که 75 فیصد شهر بدون پلانینگ شاف کرده یعنی هیچ چیز روی ورق نبوده خانه جور شده خانه جور شده سرک جور شده و بدون شک دیز سرک خامه وجود داره دارست. سرک بی وجود داره خدمات رسانی صحیح نمیشه این به خاطر این موارد هم شاروالی کابل به فکر نشده خب جایی که بی پلان هستی ما بود توجه نکنیم همی 75 فیصد شهر کابل که بی پلان رشد کرده ما بر او باز پلان بهسازی را گرفتیم به این معنا که درست است ما برتان میگم به این معنا که درست است که اینجا بی نقشه پیش رفته ما سعی کردیم تا حد امکان تا حد امکان حالا سرک های که دو متر و سه متر تو را کاری کرده نمیتونیم اما سرک هایی که تا حد معیاری است اونا را اگر قیر نتونستیم یا اسفالت نتونستیم اون سمت کاری کردیم یک بهسازی ده او به وجود آوردیم بعد جایی که نیاز مثلا 100 خانه از بین بره اما تونستیم اون با 20 خانه یا 30 خانه مهار کنیم تا حدی که خدمات رسانی شه این کارو برشان انجام دادیم درست. و فعلا هم در پلان 1400 ما بیش از 70 پروژه داریم به خاطر ساحاتی که غیر پلانی است اما امکان بهسازی وجود داره به خاطر که مردم وجه زندگی میکنن عملا وجود دارن تنفس میکنن نفس میکشن زباله تولید میکنن زندگی جریان داره به خاطر در این راستا ما متوجه هستیم میایم مشخص روی کانال وجرابات میخوایم بر صحبت کنم یک مسئله اساسی که شما میبینین پارسال دمی وقت پیرار سال دمی وقت, وقت زمان کوچکترین باران یا برف میشد شما چارایی اسپا در این حال تایمنی اینا کامل زیر آب بود چرا این سوال چرا نمیشه که امروز چرا نیسته این کانال هفت کیلومتر طول داره و ده متر عرض داره چهار متر هم یعنی ما اگر بخوایم یک تخمینی انجینری بکنیم در حدود 6 متر هزار موتر آشغال دای کانال وجود داشت عملا که فعلا ما تا نستیم 1.5 متر از چهار متر ای را پاک بکنیم هنوز هم جایی هست که پاک نشده و اگر آشغالای وجود داره در اطراف سرکا و فعلا ما در حال بردن اونا هستیم چون چندین هزار موتر آشغال شده این به ای خاطر است که ما یک نقص کلان از زیر شهر کابل برداشتیم که هم حفاظت از سرکا است یعنی دیگه آب شما نمیبینید او تنها بحث چاره از پا و تایمری نیست در منطقه قوی مرکز هم بله اونجا نایره. هم همچون آب کانال که میبرای. ما براتون میگم این 7 کیلومتر طولش هست این شش نایه رو به هم دیگه وصل میکنه ای را و این آب رو انتقال میده اینا مشخص حل شده. حل شده این موضوع خدا رو شکر حل شد و هنوز هم کار سر جریان داره یعنی هدف کلی دیگه است که ده بخش اردوزگی هوا جدا از موادی که شما ده هوا میبینید وجود داره به شکل دود موارد دیگه هم وجود داره که اونا روی سرک هستن. مسئله گازهای گلخانه‌ای هست که تمام اینا دست به دست هم میده که هوای کابل ده یک یا دو ماه یا سه ماه زمستان بسیار زیخ میشه برای مردم که خوشبختانه بارانای که صورت گرفته برفای صورت گرفته و همچنان نجراتی که وجود داشته در دا حد زیادی کاهش داده آقای رضوی بیشتر از هماهنگی میره مردم و مسئولین گفته چرا با هماهنگی با چی میکاریزم باید ایجاد شود که حداقل آلودگی هوا کاهش پیدا بکنه قسمی که ذکر کردیم تنها آلودگی هوا منحص نمیتونیم مختص بسازیمش به می زغال سنگ که ما ذکر کردیم میتونیم از سرک که کس اشغالدانی یک کس، هست مثلا کسافاتی که مردم به بیرون خانه هایشان میندازن اینی باید مردم خودشان دیگه آیا زبالدانی ها دوز... در اطراف جاده های شهر کابل وجود دارد؟ متاسفانه تا یک حدی از اما در کل نیست در کل مثلا در گذشته قسمی بود که نبود زبالدانی ها اما برای فیلن نسبتا زبالدانی ها اما بندوزی که باشن نیست و مردم نیست تا جایی که توجه میکنن و تا جایی مردم توجه نمیکنن. پس دی صورت باید که توجه دو جانبه باشه هم از طرف مردم و هم از طرف مسئولیتی که دی ارتباط میتونن که بحث بکنن و بله. گفتم میتونیم که وقتی که تنها بخش سرکا سرکانی سرکام نیز وجود دارد مثلا آشغال دنیوی است که مردم استفاده میکنند مثلا مردمی که چیزی را میخورند چیزی که استفاده میکنند در سرک من دوزند پس این کار ما نباید بکنیم اما زباله دنی که در سرکا وجود داشته باشه اما در... پرسش این شما با اون شهر این زباله دنی ها را در اطراف جاده های شهر کابل مشاهده میکنید وجود دارد در هر جاده بله بله تا حدی که ما جایی که رفتیم متوجه, متوجه شدیم زبال دنی وجود دارند و توصیه برای مردم چیست که چه کار باید بکنه توصیه ما برای اون از مردمی که در مرحلهشون زندگی میکنن و این است که بیاین که دست به دست هم بتیم تا بتونیم که کشور خود و می شکل از این آلودگی هوای کوچیداری نجات بدیم یا و دولت خود رعایت میتونه یا مردم ها میتونن که همین داناییشان در پشت درازشان اینو نندازن یا که جای مناسبی که برش وجود داره و یا که مسئولینه که در کار میکنن با اونها همکار باشن سین باشن تا بتونیم که از این آلودگی هوا آقای بارکزایی بیشتر شما در خلال سخنان خود گفتید که ما زمانی که فصل سرما میرسد ما حالت تدافعی به خود میگیریم و حمله میشد بر ما چرا در فصل تابستان و فصل های دیگری یک پلیسی منظم برای کاهش آلودگی هوا وجود ندارد ببینید مسئله کاهش آلودگی هوا چی در قوانین وجود دارد مکلفیت های برای شاروالی کابل آمده که مشخص مسئله تفتیش و نظارت هستن نه صدور مجوز و مربوط اداره محترم محیط زیست میشه در این راستا ما کار خودم کنیم هدف کلی ما از این بحث ای بود که ما زمانی که درباره آلودگی هوا صحبت میکنیم تنها مسئله شاروالی نیست هر آن چیزی که داخل شهر میشه و او سوختانده میشه انواع و اقسام سوختی که وجود داره از گاز برای. گرفته تا دیزل گرفته تا پترول ما ای باید دقیق چک شو از دید نورم استاندارد که فردا ده انجین میره و استفاده میشه مواد سوخت بله که چگورا باید سوختان داشت بله. مسئولیتی که است مشخص ادارات وجود داره قسمت اداره نورم استاندارد ما شما داریم دات. اداره نفت و گاز ما داریم در دا این حال پرزجاتی که وارد میشه برای وسایتی که در شهر کابل به استفاده میشه این هم باید چک شو مشخص یعنی هر آن چیزی که داخل افغانستان میشه اگه کلی بخوایم کنیم یا تنها درباره کابل بخوایم صحبت بکنیم این باید از یک پروسس و از یک دید آلودگی هوا بگذره که بالاخره زمانی که در این شهر آمد این عاقبتش چی میشه و کجا میرسه ما و شما میبینیم که متاسفانه یک واقعیت است بعد بگوییم در برخی از جا شاید مبلنی سوخته بسوزانند به خاطر گرم کردن خانهشان بله. از پلاستیک استفاده بکنند یک واقعیت است در شهر ما و شما داریم میبینیم این به خاطر بدیل های ما کاری کرده میتونیم چقدر فابریکه های مثلا بازیافت ما باید فعال باشه که ما مثلا این بوتل آب مدنی که استفاده میشه تنها و تنها فکر ما که کجا بسوزانیم که خانه گرم شود چی بدیل برای داشته باشیم ما برنامه آگاهی که برتون یادآور شدم سه ماه پیش ما داشتیم تمام رئیس های اتاق رئیس به تجارت اتاق صنعتکاران پیشوران کلشان وجود داشتن و ما تک تک اینها رو به شکل پرزنتیشن در دو, دو ساعت برشان گفتیم که این قضیه باید به این شکل از دید ما حل شه خب شما حتما در قسمت حرفه ای تر هستین بهتر حلش بسازید درست در این راستا شاروالی کابل به عنوان یک نهاد مسئول به عنوان یک نهادی که نگران آینده شهروندان کابل هسته دیدگاه خود را شریک ساخته هم با دولت هم با مردم هم با سکتور خصوصی از عوامل دیگره که باعث سالودگی هوا میشن در جمع زباله در گوشه و کنار جاده و اماکن ناحیه است که در بعض مواقع دیده شده که این زباله ها چند روز میماند بعض باید. شهرداری موترش میاد و این زباله ها را انتقال میده چرا به صورت آنی اقدام نمیشه تا این زباله ها انبار نشوند در فصل تابستان بوی تعفون را از خود ساته نکنند و در فصل زمستان با سرودگی هوا نشه. یک تغییر کلی ایجاد شده در قسمت انتقال اینها چند چیز باید فراموش نکنیم اول 75 درصد سایه شهر کابل غیر پلانی غیر است غیر پلانی یکی از موارد اساسی ش رساندن خدمات هست. از این خدمات درست. انتقال ز بالا است که با چالش روبرو میشه بخواین یا نخواین ما مجبور هستیم که این آشغال ها را اول یک بحث کلانتر بخوایم اگه باز کنم برتان ما اگر از خانه خودمی لحظه زمانی که ما با یک پلاستیک زباله از خانه خود برای فقط کافی است که ما سروی که انجام دادیم 500 تا 700 متر اطراف خانه خود قدم بزنین میرسین به یک داله کلان زباله یعنی وجود داری تو نیست که وجود نداشته باش کافی است که 500 تا 700 متر قدم بزنین و او رو پیدا بکنین و حتما وجود داره در نوای مختلف متاسفانه در این راستا ما میبینیم که این کار صورت نمیگیره 6 هم نفر زمانی خدای نخواست اگه بخواین یکم بی مسئولیت برخورد بکنن مطمئن باشین 6 لک نفرم نمیتونن آشغال چه جمع آوری بکنن اما تا این سرحدی که ما میرسیم ما باز خواهش ما است همیشه خواستیم از مردم که با ما همکار باشه چون نگونا همکاری هم نکنن با مسئولیت زباله ها... جمهوری زباله ها مسئولیت شهرداری است بله همین زبردانی هایی که در کنار جاده های شهر ها گذاشته شدن آیا به صورت روزانه بررسی می شود و این زباله جمع می شود برتون مشخص موسک... موسک... سایکل میگم درست اینا اگر با ما همکاری نکنن مردم عزیز ما وظیفه داریم که جمعوری بکنیم بخوایم یا نخوایم اما اگر کاری همکاری صورت بگیره بهتر و زودتر جمعوری میشه ولی همین کار چه زمانی صورت میگیره هفته در هفته روز روزانه روز ای کار صورت درست. میگیره این کار روزانه صورت میگیره غیر از چند جایی که ما ترانسفریشن داریم به چی مانا به این مانا که, ای که خب ترانسفریشن آنی ما هست که خب آشغال شبانه در یک جای انتقال پیدا میکنه صبح وقت انتقال میشه و تمام میشه بعد جای دیگه ما ترانسفر داریم مثلا در دا نایی 4 و نوای دیگه ما مجبور میشیم که در عرض یک روز از محلات نزدیک ما اشغال اون جمع واری کنیم و روز بعدش انتقال بکنیم یعنی دست. این مشکل وجود داره برای ما بازم علت اصلیش این است که در بعضی کوچه ها موتر رفته نمیتونه به دلیل ساحه غیر پلانی هست از این راستا مشکلات ما در قسمت انتقال زبالجات هست و در این حال پیشرفت های بسیار خوبی هم داریم که زباله دیگه هفته به هیچ عنوان نمیمونه تحت هیچ شرایطی افتوار نمیمونه نهایت یک در, در, در تمام نوای شهر در, در خصوص هایی مرد. که بی پلان شما عرض کرده ساخته شده و بلند منزل ها چه پلان شهردار روی دست مورد چه میکنه ببینید ای که ساخته شده در طوری 20 سال گذشته با انواع و اقسام و گپای مختلفی که ما شما کل دمی کشور بودیم دیدیم که به شکل ساخته شده او گپ علایده است در او قسمت کابینه افغانستان و رهبری دولت تصمیم میگیره که سرنوشت اینهایی که یک تعداد زمینشان غصب است قطعا زمین از اونها نیست یک تعداد زمین از اونها است مجوز از اونها نیست یک تعداد زمین دارن مجوز دارن اضافه ستانی دارن یک تعداد زمین دارن مجوز دارن 100 ست ساختن و اشغال مختلف از دید انجینری دارن درباره تمام اینها یک فیصله کلی صورت میگیره و باید پروز نشده و روی روی کارش روی <coughs> کارچیوش کار جریان داره که به چه شکلی فیصله صورت بگیره که بالاخره مردم متضرر نشه اما نظم هم در شهر این بشار مهم است برای ما, ما. درست. و از این بعد قطعا به هیچ عنوان کسی نمیتونه خشت بالا خشت به به عنوان یک ساختمان خودسر یا کسی که به زور بخواد جای را برای اساسی برن منزله که غیر معیاری <coughs> بدون پلان ساخته شده و اکنون <coughs> به گونه آسمان خراشی ایستاده در شهر کابل <coughs> این چه خواهد شد من امیر برتان میگم خب یکی خویی که از دید ساختمانی اگر استقامات نداشته باشه طبیعتا مجبور رو تخریب شه به خاطر که خطر جانی بر مردم داره درست. اما یکی سلب کرده باشه آسایش یک همسایه را سرک پیش ارزش کم باشه و مشکل ترافیک ایجاد بکنه روی تمام اینها آپشن های مختلف مانده میشه که ایره بعدا ما نمیتونم پیش قضاوت بکنم که ای کار اتمن میشه امکان داره دا قسمت مسئله جریمه مطرح شوه امکان داره کسایی که بلاک را خریداری کردن فرد اولی که بلاک را ساخته او مسئول اصلی بر ما باشه و قضاوی اونا قضاوی بعدی باشه یعنی یک داستان انجینری و محکمه ای با هم دیگه گت خورده و در این راستا اقدام صورت میگیره تحت هیچ شرایطی حالت فیلیک در شهر کابل ما شما میبینیم برای بلند منزل ها نی برای ما قابل قبول است نی برای شما و به خاطر سر سامان دادن اینها تیم های ما کارشیوهای مختلف و پیشنهادات بسته های پیشنهاد مختلفی را دارن برای ساختمان هایی که در چهار یا پنج کاتگوری که تخلفات مختلف دارن یا بالاخره باید چیکار بکنن درست. و مسئله استحکام برای ما مهم است در قسمت استحکام دیگه دو گپی نیست که اینا به خاطر که ساختمانشان استحکام نداره جریمه شود زمانی که استحکام زیر سوال باشه خود بنا قدامت ببخشید مسئله استحکام و موجودیت زیر سوال باشه احتمال زیاد در قسمت در قسمت تخریبش اقدام صورت درست آقای رضوی آنچه که شما با عنوان گزینه عملی برای کاهش آلودگی هوا و عزیست بهتر شهروندان را می کنید چی است؟ نظر شخصی خودم این است که مردم باید که هم مسئولین توجه بکنند و هم مردم توجه بکنند باید که مردم از این موادی که شهر می تواند آلوده بسازد این را کاش بدن و از موادی که بیشتر مربوط برق میشه و حرارتی میشه از این استفاده بکنن تا بتونیم که ولی یک مسئله دیگه هم وجود داره بیشتر عرض کردیم که برق 24 ساعته در شهر کابل و شهرها هم متاسفانه با هزار تاسف میتونیم بگیم که خیلی برق وجود نداره اما مردم میتونن که با اندک توجهی که بکنن باید که از آلوده هوا در نظر بگیرن و ایره باید کاهش بدیم اکنون در شهر کابل بیشتر هم عرض کردیم ولی مشخصا چه تعداد بلان منزل وجود دارد تعداد دانه را ما دقیق ذین بخویم برتان بر بگویم. درست. بگویم اما چیزی که سروی های قبلا صورت گرفته بلند منزل های متخلف از هزار بلند هسته بلند منزل هایی که مختلف هستند تخلف دارن و او کاتگوری مختلف داره که ما پیشتر براتون نمونه اش گفتم از ساخته شدن تا زمین غصبی تا زمین از خود نفر از مجوز نداره تا مجوز داره اما بلند منزل جدای استحکامات و مسائل دیگری بله, بله اما در خصوص آلودگی هوا یا نقششان در آلودگی, نقشان در آلودگی هوا یا همه فلترها دارن؟ ما میره میخوام براتون بگویم ما 1100 بلند منزل سروی ساخت سروی کردیم دمی امسال در 1100 بلند منزل در حدود 700 بلند منزل مرکز گرمی داشتن در حدود 544 بلند منزل اگه اشتباه نکنم هم مرکز گرمی داشتن و هم فیلتر معیاری داشتن و هم تعهد بر ما دادن که در زمان فعالیت مرکز گرمی ما فلتر ما نیست چالان است چون فلتر جداگان با آب و برق کار میکنه جدا از خود مرکز گرمی است و باعث میشه که سایکلوشن صورت بگیره و دودش تصفیه شوه و در حدود 136 بلند منزلی که مرکز گرمی داشتن و فیلتر نداشتن قطعا مستود شدن اونها در بله. هماهنگی با اداره ملی حفاظت بله در خصوص سخت این بلند منزله ها شما نظرت هم می کنید چه بله. می اینا خو اکثریت ما پرتان گفتم که دو بلند منزل وجود داره که اینا گازی هستن مرکز گرمی هستن بقیه مطلق زغال سنگ است و زغال سنگ می سوزانه. مسئله سوخت دادن زغال سنگ برای ما مشکل نیست برای ما اساسی ترین گپ داشتن یک فیلتر معیاری است که با حاله هایی که ما میبریم زمانی که مرکز گرمی فعال است عموم مقدار معین بخار باید از اونجا برای نیدوت ای ما ما این برای ما مهم است که ما بر اساس او تفتیش و نظارت میکنیم که آیا این فیلتر معیاری هست یا نه همچنان اراده هم در آلودگی هوا نقش داره بله بله. هماهنگی با ریاست ترافیک هم ما تمام هایی که داشتیم داریم برشان دادیم و در دا برنامه کلان آگاهی هم که داشتیم وارد دعوت کردیم و خواست ما بوده بالاخره ساختن این مرکز کار یک شب نیست که ما یک مرکز چیک تکنیکی داشته باشیم و برای طرز عمل جور و, و بعدا تمام موترها یا هر آن وسیله نقلیه سال یک بار خود چک بکنه یک مسئله کلان است بعد به کابی نبره اما ای ایدیا را ای, ای دیدگار ما برشان رساندیم و چی دیگ شب آیا شب دیگه شما ریاست ترافیک کابل در خصوص جمهوری ارادجات یا موترهایی که سلاک شده هم. هم برنامه دارن و یا هم اینا فکر کنم بعد خودشان جواب بگن چون طبیعتا نکداری کاملا مستقل است اما چون, چون بعض از مربوط ما میشه بله بله هماهنگی بله داریم بله 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 با بعض از بحث ها استراک شده رو بعد دو تولید میکنن بله 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 دار. اونا رو طبیعتا خودشان بعد جواب بدن اما در کل ما هماهنگی داریم نعمت الله بارکسای رئیس نشرات شهرداری کابل و همچنان زبیر رضوی فعال مدنی سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در بحث قربان بخیر اکنون هم میان برنامه